ستره محکمه ایالات متحده ای امریکا روز چهارشنبه بحث در مورد فرمان مهاجرتی رئیس جمهور دونالد ترامپ را آغاز کرد. پس از شنیدن استدلال موافقان و مخالفان این فرمان، انتظار می رود که این محکمه تصمیم نهایی خود را در مورد این فرمان در ماه جون سال روان اتخاذ کند. ده‌ها تن از فعالانی که مخالف این فرمان بودند روز چهارشنبه در مقابل استر محکمه ایالات متحده تجمع کرده و از این محکمه خواستند تا فرمان مهاجرتی آقای ترامپ را رد کند، زیرا اکثریت این اعتراض کنندگان فرمان رئیس جمهور را بر ضد مسلمانان می‌خواندند. هیچ شک ندارم که این فرمان به گونه مستقیم مسلمانان را هدف قرار می‌دهد و از تعصب و نفرتی که دونالد ترامپ و اعضای دیگر حکومتش در برابر مسلمانان دارند سرچشمه می‌گیرد. اما آقای ترامپ و طرفداران این پالیسی مدعی‌اند که وضع چنین محدودیت برای حفظ امنیت ملی آمریکا ضروری است. رئیس جمهور ترامپ گفته است که ممنوعیت سفر بر برخی از کشورها یک ضرورت است تا با گفته وی جلوی ورود تندروان و دهشت افغانان به ایالات متحده گرفته شود. این فرمان به معنای ممنوعیت در برابر ورود مسلمانان نیست، زیرا در این فرمان نه تنها اکثریت کشورهای مسلمان شامل نیست، بلکه نام سه کشور عمدتا مسلمان یعنی عراق، چاد و سودان که در فرامین گذشته شامل بودند در این فرمان شامل نیستند. رئیس جمهور دونالد ترامپ در سپتامبر سال گذشته فرمانی را صادر کرد که بر اساس آن ورود شهروندان کشورهای چاد، ایران، لیبیا، سوریه، سومالیا، یمن، ونزوئلا و کره شمالی را به داخل قلمرو ایالات متحده به طور موقت منع قرار داد. اما آقای ترامپ به تاریخ 10 اپریل 2018 محدودیت بر چاد را لغو کرد. از زمان صدور این فرمان، شماری از محاکم ابتدایی و فدرال ایالات متحده آن را رد کرده و مظاهرات نیز در مخالفت با آن در چندین ایالت امریکا راه اندازی شد. سید عزیز رحمان، تلویزیون آشنای صدای امریکا، واشنگتن.